اینجا رادیو فردای اقتصاد سلام بر شما خانم ها آقایان خوش آمدید به 76 مین. اپیزود از فصل دوم رادیو فردا اقتصاد چهارشنبه ده آبان 1402 به مدت یک ساعت با هاتونیم با عذرخواهی به خاطر تأخیر 14 دقیقه ایمون این عذرخواهی برای اونه که میدونن ما رأس ساعت 18 شروع میکنیم هر روز و چهارشنبهها ها به مدت یک ساعت با گفتگوی ویژه و مفصلتر همه حوزه ها امروز هم مثل هر روز من علیه تصیمی و من فاطمه رجبی همراه شماییم یک خسته نباشید به اونایی که به صورت زنده شنونده ایمان چون حدس میزنم بیشترشون توی ترافیک تهران دارن ما رو گوش میکنن میرم سراغ مشروع خبرهای امروز اولین خبر اینکه که مدیر کل سازمان تجارت جهانی WTO هشدار داده که اقتصاد جهانی نشونه هایی از چند پارگی رو نشون میده که میتونه برای همه بسیار پرهزینه باشه ماجرا از این قراره که خانم یا آقای <تصفال> ای ویلا اگر اسمشون رو اشتباه تلفظ نکنم گفتن که خاور میانه یکی از مناطقیه که بسیاری از نفت و گاز جهان از اونجا استخراج میشه بنابراین به ناچار اون چه که داره در خاور میانه اتفاق میفته در اقتصاد جهان تاثیر خواهد داشت موضوع دیگه که البته مطرح شده این بوده که انداز سال 24 هنوز نسبتا خوشبینانه است و رشد اون در, حدود در حدود درصد پیش بینی شده اگر جهان به دو بلوک تجاری تقسیم بشه تولید ناخالص داخلی جهان در بلند مدت 5 درصد کاهش پیدا میکنه و این یه زیان بزرگ و اون رو معادل از دست دادن کل اقتصاد ژاپن دونستن نکته دیگه اینکه حجم تجارت کالا و خدمات هنوز قابل توجه و حدود 31 تریلیون دلاره و این سازمان نشانه های بزرگی از جهانی زدایی گسترده تر نمی بینه. بله بله خبر بعد این که بالاخره وزیر سمت پیداشون شد و اظهار نظر کردن در رابطه با ابطال انتخابات اتاق بازرگانی و اون رو تایید کردن عباس علی آبادی وزیر سمت درباره سرانجام ماجرای انتخابات اتاق بازرگانی و برکناری احتمالی جناب صلاح ورزی گفتن که نظر من همون نظر و رأی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی که اخیرا ابلاغ شده اما از طرف دیگه اتاق ایران اعلام کرده که پیرو خبر منتشر شده در خبرگزاری های مطبوع دولت به خصوص به نقل از وزیر محترم سمت معدن و تجارت در خصوص ابلاغ صورت جلسه با محتوای نامشخص احتمالا با تنظیم خارج از جلسه و امضای دستگردان از شورای عالی نظارت بر اتاق ایران تا کنون یعنی ساعت 15 روز چهارشنبه الان سه ساعت گذشته ما خبر الان نداریم ولی خب بعیده مورخ ده آبان هیچ صورت جلسه به با اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران واصل یا ابلاغ نشده بله آقای علی آبادی چند روز پیش در هاشیه یک برنامه یک نشست مربوط به پدافند غیر عامل گفته بودن که در رابطه اون جلسه جنجالی شورای عالی نظارت چه نظری دارین ایشون جواب داده بودن که من نظرم رو بعدا اعلام میکنم خیلی همون موقعش هم ما تو همین برنامه هم اعلام کردیم که تا چند اندازه این مدل سار نظر میتونه برای کسایی که سفت وایسادن که آقای صلاح ورزی برکنار بشه گرون تموم بشه چون که خیلی مبهمه اما بالاخره ایشون امروز گفتن که نظر من همون نظر شورای عالی نظارته حالا باید دید که چه اتفاقی میفته چون پاسخ اتاق رو هم که خودت خوندیم بله بریم سراغ آخرین هایی که داره در رابطه با جنگ بین رژیم صهیونیستی و حماس میگذره و خبر خبر سخنرانی پیش روی دبیر کل حزب الله لبنان هست دولت امریکا هم واکنش داده سخنگوی دولت امریکا گفته که ایشون میتونن هر پیامی داشته باشن و هر صحبتی بکنن پیام ما به ایشون که زیر نظر هم داریم اشون این هست که مانع گسترش در واقع درگیری بشن جزئیاتی داریم از حواشی این به هر حال ما میدونیم که سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرده که جمعه سخنرانی میکنه و ایشون گفته که بعد از این سخنرانی اتفاقات بسیار بزرگی میفته گمان زنی ها در رابطه با اینکه منظورش چی هست خیلی گسترده است ای میگن شاید قراره که اعلام بکنه که حزب الله لبنان هم بلا فاصله وارد درگیری میشه و بعد معلوم نیست که چه عواقبی خواهد داشت ولی به هر حال این طور که مثلا مفصل امور نظامی تو شبکه 13 اسرائیل گفته اسرائیل قبل از سخنرانی جمعه آینده خیلی نگرانه همینطور کانال 12 عبری هم گزارش داده که تقریبا کل خاور میانه در آستانه و در انتظار سخنرانی سید حسن نصرالله نفس خودشون رو حبس کردن به هر حال واقعا تعیین کننده است به هر حال ولی یه چیزی که به من اعلام جنگ اگر هم قرار باشه اتفاق بیفته که خب میدونیم که خب یک چنین جنگی لزومن اعلام نداره یعنی اگر هم بخواد اتفاق بیفته ترجیح همه طرف ها اینه که در واقع به جنگی شبیه خون بزنن خب اون سیاستیه این سیاستیه مثلا ما میدونیم که در رابطه با همین حمله انتظار بره که یک تهدیدی باشه نمی... ایک... هیچی نمیدونیم چون همونطور که خب تو اگه بخوایم اینجوری به ماجرا نگاه بکنیم همه. تمام حرف و حدیث هایی که در رابطه با ورود زمینی ارتش اسرائیل به سرزمین غزه مطرح شد میتونست تهدید باشه میگفتیم خب اگه میخواد بیاد و حمله بکنه که چرا میگه نه خب و اونم دیدیم موضوعی... که چقدر زمان موضوع اینه که شما می... کشش دادن آره این تا نقطه‌ای که اتفاق آره. بیفته این میتونه هم همینطور باشه اما موضوع اینه که خب اعلام میشه احتمالا ق... خواسته هایی وجود خواهد داشت قبلش و اگه اون خواسته ها تامین نشه مثلا بعد حمله اتفاق بیفته بسیار باید صبر کنیم تا روز جمعه و ببینیم چه اتفاقی قرار بیفته خبر بعد این که سخنگوی دولت گفته از جمله مصوباتی که در جلسه امروز دولت صورت گرفته صفر شدن سود بازرگانی کالاهای اساسی بوده تا هزینه واردات کالاهای اساسی یا دانه های روغنی مورد نیاز برای کشاورزان و کارخانه های تولید روغن کاهش پیدا کنه خبر بعدی که داریم اینه که 70 درصد مردم تهران پول بلیت اتوبوس را نمیدن دو هشته میلیارد تومان زهرا روزانه رقم بزرگی خدای آقا بلیط چی کرده عضو شورای شهر قائمی آقا قائمی عضو شورای شهر تهران گفتن که توی تهران روزانه یک میلیون مسافر از اتوبوس برای جابجایی تو شهر استفاده میکنن که هزینه بلیطشون حدود چهار میلیارد تومان میشه اما هفتاد درصد این رقم یعنی دو هشت میلیارد تومان عدم پرداخت حالا بیان الان اینو شهرداری بیاد رایگان کنه هفتاد درصدش که مردم نمیدن اون بقیهش هم شهر داری که این همه ماشالله پوله که میاد و میره دی بیاین آقا اتوبوس رو رایگان کنی ببین خب این بحث اتفاقا من کل ام... خبر حالا برام جالب بود واقعا <applause> ولی بعد رفتم تو شبکه های اجتماعی هم دیدم که چه کامنت هایی در این رابطه وجود داره مردم <applause> از چه زاویه‌ای به ماجرا نگاه کردن دیدم که واقعا جالبه خیلی‌ها گفتن اون طبقه ای که به با اتوبوس میره این اونور حالا دیگه چی به بی پول بلیت میخواین واقعا این طبقه یه گروه دیگه گفتن بعد نه اونم با این اتوبوس های خب، خب، داغون اصلا یه گروه دیگه گفتن نه طبقه پایینی نیستن وسط شهر ترافیکی ترافیک از بی استفاده میکنن باله، باله. و تا... یعنی به این معنی نیست که لزوما طبقه فرو دستی باشن به پول بلیتشون رو باید بدن و اگه قرار پول بلیتشون رو ندن باید حمایت ها شکل دیگری باشه مثلا کارگران مثلا حداقل بگیر کارت مخصوص خودشون رو داشته بلی. باشن مثلا بازنشستگاه که الان هم دارن ته طرح کرامد یه کارتی دارن اینطوری باید حمایت بشه اینجوری نمیشه که بیلیت رایگان مثلا همه بیایم و اینا حالا باید دید که واقعا ببین من میگم اتوبوسا که داغونه مسیرهای اتوبوس هم که داغونه اتوبوس هم که زیاد نداریم کم داریم رفتی دیگه تو این صفای بی آر اینا موندی که چه کافیه یه بارون بزنه و بعد, بعد قیمت واقعی رو هم که نمیتونید از مردم بگیرید از این قیمتی هم که میگن در درصد پرداخت نمیکنه آقا بیا را... رایگانش آب... کن آبی آبرویش آب سرمون... مونده رئیس کل گول... من واقعا خیلی بیشتر برای ما. با مزه اینجا... بودنش گذاشتم راست رئیس کل بانک مرکزی گفتن که بانک ها در ارتهای وام های خود به مردم سخت گیری نکنن چش قربان چش ماجرا اینه که همونطور که خود آقای رئیس بانک مرکزی فرمودن کمترین نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات پرداختی یا همون چیزی که معروف به NPL مربوط به تسهیلات خورده این کالش معنی این جمله که گفتم یعنی چی یعنی این تسهیلات خوردی که به مردم 10 میلیون 20 میلیون 50 میلیون ماکسیمم حالا 100 میلیون 20 میلیون میدن خیلی نسبت کمی داره در اون در واقع تسهیلات کلی که بانک ها میدن یعنی در واقع تسهیلات کلانه که خیلی سهم بزرگی در تسهیلات پرداختی داره بنابراین ایشون به, به بانک ها فرمودن که در دادن تسهیلات خرد سختگیری نکنید ولی آخر تجربه زیست ما نشون میده که اتفاقا در این رابطه سختگیری میکنند ولی در رابطه با تسهیلات کلانه که سختگیری نمیکنند کاش رئیس کل بانک مرکزی برای رسانه ها حرف نزنند؟ برای واقعا میدونی که این من ای تو میدونیم این حرف یه حرف بله حرف و اگر که حالا در حد توصیه ایه. که واقعا نباید باشه که واقعا مثلا حالا برنامه‌ای وجود داره اونا مثلا باید... گفتن این حرف اگه واقعا میخواین به برته عمل بشینه به رسانه ها گفتن ما نباید. در همین فردای اقتصاد چندین گزارش کار کردیم یکی دو تا گزارش خیلی یونیک داریم که با عدد و رقم نشون میدیم که طی مثلا ده سال گذشته تا چه اندازه دسترسی مردم به وام کم شده هم. و این خودش بله. یعنی اصلا اینجوریه که قضیه همونه که وام همون هست دیگه. برای شما نیست. لجش میگیره. خب شما میای این حرفو میزنی جز جوری نمک, نمک روی زخم باشید. به نظر میاد صرفا فرمایشی برای نمایش این حرفو زدی چیز دیگه به نظر نمیاد. اگر هم نیتتون چیز دیگری است، قصد دیگری است که خب عملا کار کنید دیگه. شما میگم. دعوت میکنم از فاطمه اسماعیلی که به ما پیونده تا با آخرین های بازارها طلا و ارز خوشحالمون کنه یا ناراحت خانم اسماعیلی از دور که به نظر چهره باششی ندارین از نزدیک هم تولدشون هم هست امروز او بله من تولدشون رو تبریک بله. خانم خانم 18 ساله شدن 18 سال تمام سال چند ماه 18 سال چند ماه هست که نمیتونه با شفاتم اسماعیلی یا امروز تولدت یا نیست بله از پشت صحنه به ما میگن که ایشون دومی سالگرد 18 سالگیشونه به هر حال مرسی ممنونم البته اینم جمله اشتباهی به نظر میاد اولین سالگرد 18 سالگیشونه بگیرم اونجوری میشه 3 تا 18 تا خیلی خوب حالا دیگه ده... آره استاد لغتی نشو ممنونم مرچک خب من خوب. خوب خانم, خانم اسماعیلی بله اول بپردازیم به دور همیه امروزتون یا به بازارها اول من یه خلاصه بازار امروز رو بگم خوب. بعد بریم سراغ دور باشه همیه. باشه بفرم. شاخص کل بورس امروز منفی بود افت نیم درصدی رو تجربه کرد و رسید به ارتفاع یک میلیون هزار واحد و 71 و درصد نمادها امروز منفی بودن مهمترین دلیلش هم دوباره تشدید همون ریسک های جنگ و <applause> داستانی داریم ما بله و حالا میتونیم به دور همیمون برسیم آره حالا به دور همیمون بپردازیم اونایی که زنده دیدید که خب بله ایشاله که پسندیده باشید اونایی که ندیدید که برید ببینید توی سایت بپسندید اونایی که اصلا حال این کارا رو ندارین ما یک بخشیش رو که میتونه یه ذره حالتون رو اقلانی و مساعد کنه در برخورد با این نوسانات بازار سرمایه انتخاب کردیم که براتون پخش کنیم با توجه به اینکه هفته‌هایی که, هفته هاییه که واقعا سرسام میگیره یعنی کسی که اهل بازار سرمایه باشه قشنگ روانش مخشوش میشه بل. که آقا این چه داستانیه مخدوش که میشه آقای خبازی مخشوش هم میشه بعد بفرمایید فرهنگ فارسی موین مشووش هم میشه مشوش شوخی <تصحي> <تصحي> شو کردی دیگه خب خانم اسمالی بفرمایید ام ما دور همه امروزمون در مورد ارزندگی بازار بود دعوایی که وجود داره یه سری میگن ارزنده است البته اکثرا میگن ارزنده است و یه سری هم نه معتقد نیستن و به این هر مسئول. خیلی هر هرس خیلی داره در میاره که آقا تو این وضعیت بالا و پایین شما میخواین از ارزندگی هم صحبت کنید ارزندگی کجا بود وقتی داره همه قیمت ها میریزه ما امروز تو برنامه آقای حسام حسینی رو داشتیم آقای دهقانی احمد آباد آقای علیرضا مستقل کارشناسان بازار و سرمایه آقای مهدی حسینی عضو کمیته مدیریت دارایی کیان آقای تاهری تحلیلگر اقتصاد کلان فردای اقتصاد با اجرای آقای تهانی که اومدیم بررسی کردیم بله دیگه من بودم دیگه اسم خودم نمیارم با اجازتون <تصفح> بررسی کردیم وضعیت ارزندگی بازار رو یکی از نکاتی که مطرح شد در این برنامه آقای حسینی با آوردن نموداری از این تنش هایی که باعث نوسان بازار می شد تنش های ناشی از جنگ و جنگ 33 روزه لبنان این موضوع رو مطرح کردن که همیشه ما یه واکنش کوتاه مقطعی یه افتای مقطعی در بورس شاهد بودیم و بعد از اون مسیر عوض شده اقلانیت برگشته و نتیجه نهاییش یه بوده برای سهامدارا. حالا من پیشنهاد میکنم این برش کوتاه رو از گفتگوه ایشون بشنویم بله بله بشنویم بشنویم شاید بگیم کردیم. این ریزش روزهای اخیر بازار تحت در واقع های ژئوپلیتیک در منطقه بود که این فشار فروش رو ایجاد کرد ما مشابه این رو سال 2006 در واقع از اگر شما نکنم 22 جولای تا 14 آگوست جنگ 33 روزه لبنان رو داشتیم که خب اونجا اتفاق مشابهی اما در ابعاد خیلی کوچیکتر یعنی اونجا در واقع در به یک پایگاه اسرائیل یک حمله کوچکی رو میکنه تعدادی در واقع کشته میشن تعدادی هم به اسارت گرفته میشن و در پاسخش هم در واقع شرایط شبیه امروز همه در ابعاد کوچیک‌تر این در واقع همون دوره جنگ 33 روزه هستش که همونجوری که می‌بینید ما یک چند روزی به اندازه 10 تا 12 روز که سطح تنش ها بالا بود ریزش تقریبا به اندازه 1.5 درصد بوده ولی خب میگم خیلی ابعاد ماجرا اون موقع کوچیک‌تر بود من خاطر از حالا خاطرات یادم میاد ولی به این میزان بود که همه در جرم بودن ولی ریسک خیلی جدی مثل الان در واقع احساس نمیشد بعد از اون در واقع تو شرایطی که هنوز توی در واقع وسط ماجرا هستیم اما شرایط شروع کن آروم شدن و عملا های بین المللی میخوان موضوع رو به سمت صلح پیش ببرن همونجوری که می‌بینید برش روند بازار سعودی شده یعنی حتی داخل اون مدت 33 روز هم روند بازار سعودی شده و موقعی که تموم میشه با شیبه بیشتری رشد میکنه مجموعا توی رالی سعودی تقریبا حدود 8 درصد بازار بر از اون رشد میکنه من صحبتم اینه میگم که ما موقعی که ریسک ها به سطح بالایی میرسه و ترس زیاده دقیقا فشار فروش اما از زمانی که احساس میکنیم که این ریسک ممکنه به سمت اتمام پیش بره حتی هنوز به قطعیت نرسیده روند بازار اق بازار هوشمنده خیلی زودتر واکنش نشون میده در نشه تو این مورد هم به نظرم هم همین اتفاق یعنی اگر ما به سمت این که بازار احساس کنه که نهادهای های در بین الملل هم به سمت صلح توی موضوع پیش میرن بازار شروع میکنه در واکنش مثبت نشون داره بله شنیدیم این صحبت ها رو توصیه نهاییمون چیه به سرمایه داران به سرمایه گذاران من شاید الان این توصیه رو کنم خب با توجه به وضعیت بازار خیلی ها دلخورم بشن ولی خب صبر و سرمایه گذاری بلند مدت تو بازار سهام که خودش ریسکایی و همراش داره و ریسکایی دیگه هم بهش تحمیل میشه بهترین استراتژیه. البته اگر ریسک مضاعفی از جانب دولت بهش تحمیل نشه ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که خب مناسب ترین بازار برای سرمایه گذاری باشه هم سبر و لازمش همین صبر رو سرمایه گذاری بلند مدته آه. دیده بلند مدت بسیار علی متشکرم من یه نگاه کوتاه فقط به بقیه بازار رو بندازم دلار امروز بدون تغییر تقریبا 51700 تومان سکه ها اندکی کاهش قیمت داشتن سکه امامی 29 میلیون 430 نیم سکه 15 میلیون و 500 رب سکه 10 میلیون و 550 و سکه گرمی 5 میلیون و 800 هزار تومان بسیار علی ممنون فاطمه اسماعیلی باعث خداحافظی می‌کنیم تا هفته دیگه خدا نگهدار خدا نگهدار بسیار خوب یه فاصله کوتاه بگیریم من دعوت میکنم از شادی آذری تا به ما به و با بخش جدیدی که قرار ما اون رو در رادیو فرد اقتصاد داشته باشیم حالمون رو بهتر کنه سلام بر شما خانم آزری سلام وقتتون بخیر وقت شما هم بخیر خانم آذری به من اشاره میکنن که اگه ممکنه کمی به سمت میکروفون نزدیک بشین بله برای بگید که شما چه بخشی رو در فرد اقتصاد انتشارش رو در واقع به عهده دارید و چیکار میکنید تا بریم سراغ این که ببینیم امروز برای ما چه دارید در واقع چه بخش هایی رو بر عهده دارم بله. دو بخش هستش یک بخش داستان برند هست که ما ویدیوهایی رو به صورت دوبله اونجا بارگذاری میکنیم و معمولا هم موضوعاتی مرتبط با یا اقتصاد هست یا مدیریت هست یا انگیزه های پیشرفت و رشد هست و بخش دیگه ای که بر عهده من مسئولیتش بخش م... کارآفرینان و مدیرانه که اون هم به تازگی ما گرافهای رو اونجا ارائه می‌کنیم. قبلا به صورت متنی بود الان دیدیم جذابیت بسریش بیشتر گراف ارائه میکنیم که در این گراف ها هم مسائل مرتبط با کنترل ذهن، روانشناسی و پیشرفت و توسعه فردی بیشتر مد نظرمونه. بسیاری. امروز خیلی هم برای همین آوردیم. آره وی آره، زیادی میخوره و معلومه که مردم واقعا میخوان که در این رابطه توصیه داشته باشن. مردم می خ... بفرم. ما چیزی که الان توی سایت دوستان اگر تشریف برند مشاهده میکنن آخرین ویدئویی که برای داستان برند داریم از مایکل جوردن هست ستاره دنیای بسکتبال که فکر می کنم اکثرا مخصوصا جوون ها حتما بشناسنشون و این ویدیو بیشتر جنبه انگیزشی داره به نظرم این سوال رو مطرح میکنه که آیا ذهن شما آماده رشد هست یا نه خیلی ها بهانه های مختلفی رو میارن برای اینکه ما نمیتونیم پیشرفت کنیم مشکلات زیاده موانع هست چالش هست منتها چیزی که مایکل جوردن قهرمان بزرگ دنیای ورزش اینجا اشاره میکنه بهش این هست که در واقع اون چیزی که همه از یه قهرمان میبینن اون واقعیت ماجرا نیست تمام اون چیزی نیست که بله بارها بارها این آدم شکست خورده نو هزار پرتاب ناموفق داشته بارها بهش اعتماد شده و مایه سرفکندگی صرف، تیمش شده بارها خودش رو شماتت و سرزنش کرده به لحاظ روحی ضربه خورده و با وجود همه اینها تونسته در نهایت به یک ستاره یا ابر ستاره پیامش اینه که نشیم پیامش اینه که در واقع در انتها رو به جوان ها این ویدیو میگه که شاید تقصیر منه که شما تصور میکنین اینقدر موفقیت آسونه و شاید هم شما دارین عذر و بهانه میارین یعنی اون چیزی که از قهرمانی میبینید همه ماجرا نیست و شما باید این سختی ها و دشواری ها رو هم ببینین شکست ها رو ببینین و ببینیم ما چقدر ضربه خوردیم و افتادیم و دوباره بلند شدیم بسیار, بسیار عالی. بله. خانم فکر کنم شما هنوز هنوز زمین نخوردی اونجا نه من زمین خوردم به زمین گرم نخوردم هنوز زمین خیلی خورد اما یه چیزی که حالا تو این حرفا توجه منو جلب میکنه این مم. فضای سمی شبکه های اجتماعی در رابطه با بلاگرها و اینفلوئنسرا که همیشه همه چیز قشنگه همیشه حالشون خوبه بچهشون تمیزه خونشون تمیزه دمیزه. شوهرشون مهربون که <تصفح> زنشون خیلی زن خوبیه یعنی اه 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 مشکلی انگار وجود نداره در این جهان مریض نمی شن بچهشون اذیت نمیشه حالا من به عنوان خبرنگار دو سه بار پرونده های در رابطه با اینفلوئنسرا را داشتم و مثلا دقیقا یه بار یادم با یه خیلی معروفشون مصاحبه میکردم که آقا واقعا زندگی اینیه که نشون میدی نه. میگفت میگفت من مثلا یه لباسی بعد توسط بچم تبلیغ میکردم اون شب پای بچم به شدت سوخته بود ولی من باید اون استوری رو میذاشتم به خاطر اینکه پولشو از قبل گرفتن و داشتم دیوونه میشم زندگی در مثلا شوهرم دعوا کرد و خون رفت یعنی اصلا یه چیز عجیبی اونا رو نشون نمیدن و اونجا که آقای مایکل اردن میگه که شاید ایراد از منه که شما ندید. دیدین پشت موفقیت حالا اون اینفلوئنسرا که ما نمیدونیم چقدر موفقم هستن اما اینکه ایشون میگه شما با واقعیت مواجه نشدین میگه بعد شاید به نظر هر من. کسی در هر جایی که موفقیتی داره رسانه ای داره مسئوله که واقعیت ها رو نشون بده درباره مسیر سخت و پیچیده که پیموده و وضعیت سخت و پیچیده که همین حالا هم حتی داره ام. دقیقا این بود سخنرانی هم. احسن اجازه بدین تتو تتو خیلی میشه نه نه دست دو انگشتی دست ریس خانم بزن بله دست نزدین نه هر کی دست نزنه کشته کشتش بفرمایید خانم از دیگه چی دارین برام بخش دوم که کارافرینان و مدیران هست و گراف ما هست که اونم توصیه میکنم به مخاطبای عزیز که حتما یه سری به این گراف ها بزنن تعدادشون الان دیگه زیاد شده و همشون جذابیت های بسری جالبی داره آخرینی که الان توی سایت منتشر شده تفکیک آنچه تحت کنترل ما هست و آنچه تحت کنترل ما نیست در واقع ریشه بسیاری از اضطراب های ما توی دنیای پرتلاتوم و پرسرعت امروزی اگر بهش دقت کنیم میبینیم که ریشه های واهیه یعنی چیزهایی است که تحت کنترل ما نیست و دلیلی نداره که ما به خاطر اونها استراب داشته باشیم باید بگذاریم اون چیزی که در کنترل ما نیست در واقع به وقوع بپیونده ما تا اونجای مسئولیم که به چیزهایی که در کنترل ما هست نظارت و تمرکز داشته باشیم و اگه اون تمرکزمون رو جمع کنیم همون کارا رو درست انجام بدیم چه بسا خروجی خیلی بهتری داشت تا وقتمون رو صرف اون یکی بله هدر روی رو. انرژی و تمرکز اینو شما برای خودت تتو کن <تصفح> <اين فرمود>. <تصفح> <تصفح> فهرستی ارائه شده اینجا از چیزهایی که تحت کنترل ما نیست حرف دیگران نظرات دیگران درباره ما عقاید و ادراک دیگران اون چه در گذشته رخ داده اون در آینده رخ خواهد داد ظرفیت های بیرونی و موقعیت های بیرونی که در اطرافمون داره رخ میده و به وقوع میپیونده احساسات دیگران انگیزه های دیگران اینها چیزهایی نباید باشه که ما انرژیمون رو صرفش کنیم اون چیزی که تحت کنترل ما هست و ما باید دغدغه اونها رو داشته باشیم غذایی که میخوریم و حفظ سلامتمونه پیدا کردن راه های خلاقانه و متفاوت برای کسب درآمدمون رفتار مثبتی که میتونیم داشته باشیم بهرهوری که میتونیم ارتقا بدیم آرامش درونی که میتونیم برای خودمون ایجاد کنیم و روابط صحیحمون با دوستان و خانواده اینها در کنترل ما هست و ما همه تمرکزمون رو باید روی اینها بذاریم و وقتی تمرکزمون روی اینا باشه لاجرم از چیزهایی که تحت کنترل ما نیست دیگه خب آخه یه وقتای اون کیا میان زیر مجموعه یکیا یعنی مثلا ما میگیم من یکی از چیزهایی که باید روش تمرکز کنم رابطه خوب با خانواده‌مه بعد مثلا یه خواهر عجیب غریبی دارم که اذیتم میکنه خب اون دیگه تو کنترل من نیست یعنی خیلی مرزش انقدر واقعا خیلی. مرزبندیش مرز بندیش بندی البته اینکه بسیاری از اینها تا زمانی شدنیه که فقر در همون رو نزده باشه آره ما خودمون هم اینجا توی یکی از همون آیتم های سواد اقتصادی که به مبانی مسائل اقتصادی میپرداختیم میگفتیم که یک چیزی وجود به تله فقر یعنی شما وقتی تو تله فقری نمیتونی بیای ازش راحت بیرون اینکه بیا برو به روش های خلاقانه درآمد فکر بکن خب اصلا طرف تو تله فقره البته آه. که این یه مثل شمشیر دولب است نباید بذاریم که مثل حرف مایکل جوردن ما رو به ورته بی تحرکی و بی جنبشی بندازه و بگیم که خب وقتی مشکلات هست پس کاری هم نمی کنیم اون قدر رو که میتونیم بله. بله تا بله. جایی که در توانمون. متشکرم شادی آزری و با اتون می میکنیم امیدوارم در هفته آتی زمانهای بیشتری رو شما رو در در رادیو فردا اقتصاد داشته باشیم ممنونم از تو شادی آذری امیدوارم که شما هم این لاین جدیدی رو که ما تو رادیو راه اندازی کردیم دوست داشته باشیم به ما و به شادی آذری بگین که از این آیتم چه انتظاری داریم اینجا رادیو فردا اقتصاد مرور تیتر روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدید. اقتصاد رو امروز بشنم. شهرام شریف رو داریم در استودیوی فرد اقتصاد همراه با رادیو فرد اقتصاد و بر قراره که برامون از محصولات جدید اپل و همینطور یه چیز دیگه هم بود خودت بگو سلام سلام, سلام, به سلام. شما به مخاطبان رادیو فرد اقتصاد اتفاقی که افتاد در واقع اپ... محصولات اپل این هفته در واقع یک برنامه مجازی رو اپل ترتیب داده بود به مناسبت هالووین که اول دومی دو رو بگو دومی دو این بود که ما یه نشستی رو در زمینه اه پس هم چ... اولی رو بگو بلش کن ای بابا بذار من بگم یه نشستی داشتن در فرده اقتصاد که توضیحات بیشتر خودش خودشون راجبش میدن خیلی جذاب بوده ما صدر ندارم چون میدونی الان میدونم یه سری مخاطبم جی بودن دومیه دو چی بود پس که نه نه مخاطب آروم نشستن دارن گوش میکنن اگه شما اجازه <applause> حالا از دومیه دو شروع کنیم یا اینکه اولیه رو باید نه هم اولیه, اولیه. خب اون برنامه اپل برنامه بود که ویژه در واقع معرفی محصولات جدید در واقع کامپیوترهای جدید مک بود که اپل معرفی کرد مهمترین چیزی که اتفاق افتاد پردازنده M3 بود که در واقع اپل معرفی کرد یک پردازنده سنانومتری هست یعنی شاید بشه گفت نخستین پردازنده سنانومتری که دیگه روی کامپیوتر شخصی در این اندازه نداشتیم یعنی خیلی دیگه کوچیک حالا میخوام خیلی زبون ساده بگم عمدتا پردازنده های سری قبلی پنج نانومتری و بالاتر بودن و این کوچیک بودن و این کوچیک بودن باعث میشه که تعداد در واقع ترانزیستورایی که روی یک پردازنده قرار میگیره خیلی بیشتر بشه پس قدرت پردازش این تراشه ها بالاتر میره برای کاربرد نخرم تا این جدید بیادا آقای خبازی واقعا منو فریب داد خریدین بله, بله. حالا به نظرم ضرر نکردین چون که قیمت نسخه گرون این آه. در واقع مکبوک پرو حالا با پردازنده ام 3 سری مکس میخواستم هزار دلار هستش آه. چون من 16 میلیون تومن داشتم 4 <applause> تومن هم قرار بود کمک هزینه خرید لپتاپ بگیرم آخه. بیس دو دو سه تومن دیگه تهش واقعیت اینه نکر... پس آقای خبازی فریبت نداده بیشتر راهنمایی کرده من به بهترین من بهترین چیزی من که من الان احساس قب نمی کنم کجا میشه این قب؟ حسرت آها فکرم یه جایی از بدنه که نه خب و موضوع اینه که خب پردازن در واقع محصولات جدید اپل خیلی سریعتر شدن خیلی کاربردهای های پیدا کردن اپل هم توی رویدادی که کلا با آیفون فیلم برداری شده بود با همون گوشی اسمشو نبر خیلی پانزدهش آره مش. با پنزدن کل, مکس. کل این ایونت رو... کل ایونت رو با 15 مکس فیلم, با... فیلم, برداری پرو کرده بود پرو مکس و خیلی اصلا باور کردنی نبود نظر چرا. کیفیت تصویر و نظر حالا میگم این آیفون ها رو ما اینجا ریجیستر نمیتونیم بکنیم بله. باش فیلم که میتونیم بگیریم بله, بله. نه آبازی... آقا گفتن به مسابه کالای قاچاقه و تو خیابون شما پلیس ببینه این دستتونه پلیس نمیبینه اه... میریم تو استودیو باش رو میگیریم پلیس من احساس میکنم میشه ببینم. من احساس میکنم که آقای تصمیم داره مقدمه چینی میکنه که بگه ما دونه تو استدیو از این آیفون ها لازم داریم ولی اگه اینجوری باشه پس منم تو تحریریه یه دونه از این لپتاپ ها لازم دارم <تصفح> 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 یعنی اگه اینجوریه که اون خروجی اون کار شما با این بر خیلی قابل قیاس نه نیست نه واقعا این چیزهایی که شهرام شریف داره از اون چه که در اون شب گذشته میگه من احساس میکنم که ما چقدر, چقدر جای اشاق تکنولوژی خالی بوده و ما چقدر عقبیم آره واقعیت اینه که خب ما خیلی فاصله داریم هم از فاصله مسافتی هم فاصله در واقع ریالی با داشتن تکنولوژی و هم فاصله به نظر سیاستی یعنی شما نگاه کنید حتی اگه شما پولش هم داشته باشی مثل مثلا آیفون بخری که یه حق ته حالا مثلا پولتو جمع کردی هیچی دیگه نخریدی و در موردش صحبت کردیم که اجازه رجیستر شدن چنین محصولی رو نمیدن و واقعا نقض حقوق شهروندی نقض آزادی انتخاب افراد برای اینکه بخوان از یه محصولی استفاده بکنن کما اینکه میتونن اینا تعمیمش هم بدن الان مثلا همین کامپیوتر و یا حتی تبلت و هر چیزی که بشه به نوعی کنترلش کرد رو که میتونن مثلا اینو جلوشو بگیرن اما بخش دوم صحبته که میخواستم امروز با هم داشته باشیم یک نشستی رو در زمینه چالش های تجارت الکترونیک این هفته برگزار کردیم در میهمانانمون از فعالین این صنعت یا مدیران شناخته شده این صنعت بودن یه بخشی از صحبت های فرزین فردیس اه اه اگه اشتباه نکنم ایشون هم مدیرعامل شرکت سراوا هستن شرکت سرمایه‌گذاری جسورانه در زمینه ستارتاپ ها فعالیت میکنه و هم عضو هیئت مدیره اتاق بازرگانی تهران این بخش از صحبت های ایشون جالبه اینو بشنویم بیایم با هم در موردش حرف بزنیم حتما حتما ما هم سرمگذار داخلی رو میترسونیم هم سرمایه‌گذار خارجی رو میترسونیم ما هنوزم فرش قرمز برای در واقع خیلی از سرمایه‌گذاری خارجی در ظاهر و کلام در واقع چیکار می‌کنیم پهن می‌کنیم ولی چرا اتفاق نمی‌افته رئیس جمهور ترکیه یا در واقع ولیعهد عربستان بخش مهمی از برنامه های کاری خودش رو به این اختصاص میده که سرمایه گذاری بزرگ دنیا رو در واقع جذب بکنه به کشور خودش شما میبینید رئیس جمهور ترکیه بلند میشه میره با تسلا در واقع جلسه میذاره با در واقع فاندرش، صاحبش و و همه در واقع چیزهایی که آوانگارد برای یک جلسه ای که یک مقام رسمی کشور با پروتکلاش رایت بشه رو می‌پذیره جان برای چی؟ برای اینکه تسلا کارخونه بعدیش در ترکیه بسازه. بله همونطور که شنیدیم خب بحث بحث سرمایه گذاری خارجی به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه کسب و کارهای نو و استارتاپ ها توی در واقع ایران بود که متاسفانه محقق نشد و یکی از عواملی که تجارت الکترونیک هم توی ایران در واقع رشد نتونست بکنم همین بود که ما سرمایه گذاری خارجی قابل توجهی نتونستیم جذب بکنیم من فقط یه آماری که همین امروز اتفاقا دیدم که یکی از این سایت هایی که در حوزه سرمایه گذاری داره فعالیت میکنه نشون میداد توی یک ماه گذشته توی منطقه منا یعنی همین منطقه میانه و شمال آفریقا چیزی در حدود 32 افزایش سرمایه گذاری جسورانه صورت گرفته در حدود 143 میلیون دلار که بخش عمدهش مربوط به امارات، عربستان سعودی، مصر، اردن و حتی عراق و این 140 میلیون دلار در حالی که ما کل در واقع سرمایه گذاری در واقع سالانه جسورانه ایرانی سرمایه گذاری که روی استارتاپ انجام شده از 50 میلیون دلار فراتر نمیره یه بار بررسی کردیم و بله. آمارش رو در و فقط خود امارات چیزی در حدود 60 درصد از این 140 میلیون دلار رو تو یک ماه به خودش اختصاص داده درصد 143 میلیون دلار نه چقدر میشه ولی میشه برامون حساب کنید یه 60 میلیون دلار اون اون ور میشه اینقدر میدونم 4 تا 6 میلیون دلار هم این ور میشه مرسی از محاسبات دقیق بچه‌ای که تو ولی خب واقعیت اینه که ببین اونا بدبختن یا اینکه آره میرن یه نمونه تسلا دست میدن ما تسلا میاریم اینجا مهندسی معکوس میکنیم حالا شنبه هم اتفاقا ما ایلان ماسک رو دوباره مجبور شدیم بیاریم شما که بلاک کرده بودی ایشونو نه دوباره آوردیمش تو برنامه تک حتما ببینین برگشت آره برگشت ولی یه دونه چه کنه یه ده بار بلاکش میکنین باز میاد نه با شیرینی هم برگشت یعنی فرش قرمز انداختیم شیرینی براشون گذاشتیم حتما ببینید برنامه, برنامه ما ولی یه شرکت دیگر رو هم مثال بزنم شرکت طبیع استارتاپ یونیکورن سعودی همین امروز اعلام شد که باز دوباره 400 میلیون دلار دیگه اگه اشتباه نکنم سرمایه گذاری جذب کرده و الان ارزشش به بیش از یک میلیارد و 600 میلیون دلار رسیده این کاریه که همه دارن میکنن یه مثال یه موضوع دیگه رو هم بگم توی ترکیه 60 درصد استارتاپ که توی یک سال گذشته سرمایه گذاری جذب کردن سرمایه گذاریشون خار... در واقع از سرمایه خارجی استفاده کردن سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاران خارجی استفاده کردن این یعنی اینکه اساسا شما راه توسعه استارتاپی رو اگه قبول دارین باید از سرمایه گذاری خارجی بگذره یعنی اون مسیر مسیر رشدشه کما اینکه ما هم همینطور رشد رو آغاز کردیم آفرین دقیقا ما توی ایران هم اتفاقا سرمایه گذاری خارجی آوردیم ولی همون سرمایه گذاری خارجی هم که اومدن الان نه پولشون رو تونستن برگردونن حتما پولشون خیلی افت کرده اگه زمین میخریدن ملک میخریدن دلار میخریدن بسیار رشد میکرد و ما نشون دادیم که این مسیر سرمایه گذاری بمبسته و, س... و, یه دونم در واقع مجموعه حالا این نشستی که توی الان فردا اقتصاد هم منتشر شده چالش های تجارت الکترونیک در ایران و همه میتونن کاملش رو ببینن توی یوتیوب هم هست این مجموعه نشست برای اند س... موضوعش این بود که هم سرمایه گذاری خارجی رو نداشتیم هم در داخل برای فعالان این عرصه در واقع خیلی محدودیت ایجاد کردیم از جمله محدودیت هایی که حالا مثلا قوانین مقرراتی که گذاشتیم مثل مثلا این بحث ممنوعیت واردات این باعث شد که قاچاق رشد بکنه و ما ممنوعیت واردات رو فقط رو پلتفرم‌های داخلیمون پلتفرم‌های در واقع رسمی داریم اعمال می‌کنیم پلتفرم‌های های اجتماعی که کسی نمیتونه روشون در واقع ممنوعیت وارد کنه و همین آنلاین ها راحت خب میفروشند و اشکالی هم نداره بخاطر نیاز مردم رو دارن مرتفع می‌کنن ولی ما باید ممنوعیت واردات رو در واقع لغو کردیم اجازه می دادیم پلتفرم های در واقع رسمیمون هم بتونن اون مسیر آزادانه فروش خودشون رو داشته باشن قاچاق کم شد و اینها رونق میگرفتن بس سهم اصلی الان در واقع فروش توی تجارت الکترونیک ایران الان رفته به سمت آنلاین شاپ ها برندگانش کیا هستند، ترندیول و شرکت آنلاین شاپ های خارجی که وجود دارن و بقیه و ما در واقع این چالش هستی این حوزه تجارت الکترونیکی است که ما بررسی کردیم بسیار علی ممنونم شهرام به نظرم باید ما و همه کسانی که نگران این صنعت در کشور هستن به نتیجه برسیم که سیاست گذار احتمالاً اولویتش این نیست حالا به هر دلیل اولویتش چیزهای دیگری است فقط امیدوارم که متوجه باشن چه فرصت هایی داره از دست میره چون به عرصه ای رسیدیم که زمان قطعا به نفع رقبا داره به پیش میره و به ضرر ما و جبران این در آینده کار اصلا آسونی نخواهد بود با خدا خدا مرسی از شما خب خانم رجبی شهرام شریف چقدر ایم امروز حرفای پوش به پوش آدم میاد بریم و بریم و بیایم نبز زربان اقتصاد شنیده نیست در فردای اقتصاد چهارشنبه ها ساعت 18 به مدت یک ساعت بله میرسیم به بخشی که خیلی هم منتظرشن و اون گزارش اقتصاد کلانه امروز با احسان تاهری که الان اینجاست و میخوایم ببینیم که چه گزارشی برامون آورده سلام احسان سلام به شما و همه شنوندگان عزیزتون گزارشی که امروز آماده کردم در واقع در رابطه با بحث آمارهای مربوط به پای پولی و بیشتر پای پولی چون نقدینگی رو از قبل داشتیم بله و خب جزئیات شما رفتیم نگاه کردیم و ببینیم که این نقدینگی که از سال گذشته کاهشی شده دلیلش چی بوده در واقع اتفاقی که افتاد از پارسال تا الان این بود که بانک مرکزی یه سری سیاست ها رو اعمال کرد که باعث شد ذریب فزاینده نقدینگی کم بشه حالا ذریب فزاینده چیه اون پایه پولی یا در واقع پول پرقدرتی که بانک مرکزی در واقع منتشر میکنه با یه ضریب فزاینده ای تبدیل به نقدینگی میشه که اون ضریب فزاینده تحت تاثیر اینه که بانک ها چقدر از منابعشون پیش بانک مرکزی بذارن و هر چقدر این میزان کمتر باشه کمتر پیش بانک مرکزی در اون سپورت قانونی یا هم بذارن میتونن بیشتر وام بدن این ضریب فزاینده بیشتر بشه حالا کاری که بانک مرکزی کرد از این بود که این ضریب فزاینده رو افزایش داد و باعث شد که این ضریب فزاینده خورد کمتر بشه از طرف دیگه قدرت وامدهی بانکا هم کمتر کرد و در واقع ما تا اوایل سال 1402 شاهد بودیم که این ضریب فزاینده مدام کاهشی بود نقدینگی هم کاهشی بشه اما از در واقع اردی بهشت ماه که نگاه می‌کنی این ضریب فزاینده ثابته ولی نقدینگی داره کم میشه که خب دلیلش به خود پایه پولی برمیگرده یعنی خود پایه پولی نسبت به ابتدای سال که 45 درصد رشد داشت حدود 42 درصد در واقع رشدش رسیده که یه خورده کمتر شده و شاید بودیم که نقدینگی به دلیل کاهش خود اون پایه پولی کمتر میشد ام. اما در واقع از شهریور ماه شاهدیم که رشد نقدینگی کاهشش متوقف شده یعنی اون روند نزولی که از پارسال داشت متوقف شده رو حدود 27 درصد وایساده و پای پولی هم داره یه خورده میاد بالاتر یعنی در واقع این داره این قضیه اینو به ما نشون میده که با متوقف شدن اون سیاست در واقع کنترل ترازنامه بانک ها و سپرده قانونی نرخ سپرده قانونیه دیگه خود پای پولی مستقیم میاد روی نقدینگی اثر میذاره و اینو داره یه خورده میبره بالاتر که حالا بایستی ببینیم توی ماهای بعد چجوری میشه روندش و آیا این این دوباره با هم دیگه همگرا میشن یا نه چون پارسال یه بحثی که بودیم بود که میگفتن پای پولی که رفته بالا به دلیل این بوده که پول پرقدرت به بانک ها تزریق نشده صرفا به بیشتر شده ولی الان داریم میبینیم که اون قضیه دیگه انگار متوقف شده و این دو تا متغیر دارن با هم دیگه همگرا میشن و حالا باید ببینیم توی ماهای بعد این روند چجوری میشه خیلی جالب کوتاه کامل بله متشکرم از جایزه تانم. شما تعریف کردم ازتون آقای تاهری یادتون باشه پیرو بحث‌های قبل از رادیو که خیلی احساس میکردید که اونقدر که باید و شاید ما ممنون نیستیم از آها. شما هستیم حالا ما که چیزی نگفتیم ممنون ممنون از احسان تاهری بسیار علی خب یک فاصله کوتاه دیگر بگیریم بازگردیم با مرتزا کازمی تیتر روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید اقتصاد رو امروز بشنوید خوش برگشتید با ادامه رادیو فرده اقتصاد اپیزود 76 دهمین ده روز از آبان ماه 1402 گفتگوی ویژه ما امروز با مرتزا کازمی هست از همکاران خوبمون در فردا اقتصاد که قطعا معرف حضور بسیاری از کسانی که گفتگوها و خبرهای اقتصادی رو در این سالها دنبال میکنن هستند و باعث افتخار ما هم هست که برای اولین بار میزبان ایشون هستیم سلام های کازمی سلام درود وقتتون بخیر قربان شما هستم خدمت آی کازمی برای ما از این دوره همیهای اقتصادی جنجال برانگیزتون بگید به خصوص این ستای آخر که دعوا را انداختین و بحث های بسیار جدی پیش آمد چی بودن؟ به کجا رسیدن تا این آخرینشون؟ یک گزیده برای ما بگید بله بله اتفاقا خود تو هم بخشی از این دعوا بودی یادم توی استدیو بودی وقتی برنامه تموم شد گفتی چقدر تون رفتید ولی ما که تون نرفتیم ماجرا اینه که ما داریم کنجکاوی میکنیم که بفهمیم چرا وضعیت اقتصاد ایران اینی شده که هست و همه هم ناراضیم دیگه و این کنجکاوی کردن خیلی سال شروع شده و احتمالاً حالا حالا ما درگیرش هستیم برای اینکه بهتر بفهمیم بله. از لحاظ تئوریک حرفای زیادی نوشته شده و گفته شده و کتابای زیادی نوشته شده و ترجمه شده و ما هم بهش میپردازیم در آینده ولی یکی از بحثا اینه که روشن فکرای ایرانی توی ماجرای ایده هایی که برای تنظیم نظام اقتصادی ایران ایجاد شده چقدر نقش داشتن بله بله خلاصه این یک سوال مهمیه که ما داریم دربارش کنجکاوی میکنیم بسیار به چیزی هم رسیدین در جواب ببین ما, چون ما دار... می من میخوام که گفتگوی ما صرفا فضاش فضای معرفی آیتم ها اینا نباشه میخوام که کسی شنونده ای این آیتم رو پشت سرگذاشت اصلا نره هم دور شما رو ببینه ام، یه چیزی دستش بگیره یه چیزی متوجه بشه بله بله سه تا جلسه داشتیم جلسه یه دوم که با حضور موساقنی نجات بود و در کنارش امیر حسین خالقی و دیگران بودن اونجا نقدای خیلی تندی به روشن ایرانی شد امیر حسین خالقی بریده ای از روزنامه های سالهای بعد از انقلاب آورد و, و نشون داد که شعراب و نویسندگان و هنرمندان داشتن حکومت و دولت جدید و ترقیب میکردند برای مصادرهها ها برای ایجاد محدودیت های اقتصادی و این نکته نکته مهمیه این قابل فهمه که یک شاعری که شعر بسیار زیبایی گفته تو دل مردم جا باز کرده و با محبوبیت داره ولی انتقاد امیر حسین خالقی این بود که خب تو شاعری چرا میای ایده ای اقتصادی اونم در اون حد مهم مطرح کنید که برین کارخونه جاتو مصادره کنید نمیدونم چه کنید چه نکنید این بحثای اینطوری خب این انتقاد انتقاد تندی بود و به نظر من ارزش داره که دربارش صحبت بشه حالا تا ادامه این رو باز کنید برای ما بریم تیزر اون برنامه رو که آماده کردن تیزر این برنامه آخرتون رو آها آقایی که مهمانانش چه کسانی بودن اگه خودتون نامشون رو ببرید آقای... فرهاد نیلی دینی بله. ترکمانی شهرام اتفاق علی بله. خانی که فکر میکنم در این برنامه حالا من خودم چون از نزدیک پای هر تا برنامه بودم در این برنامه انگار به یک جوابهایی رسیدید انگار نزدیک شدید به یک جوابهایی برای این پرسش ها و فکر میکنم همه ای طرف ها اگر این برنامه رو ببینن آه. به نتایج ملموس تری برسن یک درک مشترک بیشتری درش دیده میشد این رو با هم بشنویم و بعد ادامه توضیحات رو شما داشته باشیم روشن فکر ما، نظریه پرداز ما داستان دو شهر چارلز دیکنز رو میخونه انقلاب فرانسه رو انتخاب میکنه با تمام اختشاشا و بلواها و گیوتینا و اعداماش که چارلز دیکنز هدفشی بوده که برو نظم و دیسیپلین لندن رو یاد بگیر اونو دوست نداره میاد تیکر رو میگیره گیوتو... گیوتین و اعدام کردن و زندان باستیل و اینا رو در واقع میگیره چرا بانکداری رو از از کنم که انگلستان اتاق کلر انگلستان هیچ نقشی توی چیز ما نداره اوراق بدهی نداره گلدن گیت سان فرانسیسکو از محل فایننس مردم ساخته میشه هیچ نقشی تو ادبیات ما چنین چیزایی نداره رکود بزرگ اتفاق میفته اتوبان 66 سیکس لندن آمریکا درست میشه که اصلا از این یکی از راهایی که از در واقع رکود بزرگ بیایم بیرون بورس آمستردام هیچ نقشی تو ادبیات ما نداره و امثال هم اما ادبیات چپ داره این هیچ ارتباطی به روشن فکرای چپ نداره مشکلات موجود ما مربوط به عرصه سیاست یا عرصه فرهنگه و جالبه چه قبل چه بعد از انقلاب دیگران روند و آیند و تو همچنان که هستی ما با این وضعیت خوب گرفتیم و وقتی خسته میشیم از بیرون هنوز حافظ با ما حرف میزنه هنوز مولوی با ما حرف میزنه بعد از انقلاب به من اون ایدولوژی که مسئله ساز شده و حتی مسئله سازیش بیشتر از ایدولوژی چپه سنتگرایی تجد و ستیزه اسمهایی برده شد آقای ابراهیم گلستان آقای شریعتی که اینها ایدههایی رو تولید کردند که این ایده ها در سیاستگذاری اقتصادی اثر داشت یا اونایی که به این آدم ها اعتقاد داشتن رفتن نشستن پشت میز سیاستگذاری این ایده ها به قدرت راه یافت یعنی افرادی که در قدرت نشستن در سیاست گذاری از همین ایده‌هایی استفاده کردند که توسط این روشن فکران ارائه شده خب, خب ببینید اصلا من تحت اصلا بله بله, بله ببینید تموم ببینی ببینی. بس حالا از این نکته دور نشیم ولی تموم بس میاد تو حوزه اقتصاد میشه اصل 44 قانون اساسی دیگه ای روش تاکید میشه اصل 44 بسیار خوب نه باشه وقتی که تحول فرهنگی رخ میده وقتی که یه مطالبه اجتماعی تو جامعه وجود داره ارزو و تقاضا تغییر میکنه و سیاست مدار مطابق تغییر ارزو و تقاضا میاد اون سیاستی رو اعمال میکنه که تو جامعه تقاضا وجود داره در حالی که اصلا اینطوری نیست من نکتم این نیست که فقط سمت تقاضاست که تعیین کننده است چون از نظر تاریخی و از نظر تئوریک میتونیم متصور بشیم و بوده جاهایی که سمت ارزه بدونه در واقع توجه به سمت تقاضا همون سیاست گذاری هایی رو که کرده که در واقع فکر میکرده اینا به نفع جامعه است و, و خیلی هم زیاده بنابراین وقتی اقتصاددان ما روبروی اهل تاعت، اهل سینما، اهل هنر، اهل ادب می نشینه تنهاست بسیار خوب شنیدیم دعوت میکنم کسانی که علاقه مندن مراجعه کنند به سایت فرد اقتصاد و کامل این دور رو از دست ندن چون همش رو پخش کردین دیگه نه آی آخر هفته پخش میشه آخر هفته پخش میشه و کامل دیگه اینی که الان شما تیزرش رو پخش کردین آخر هفته کامله کاملش پخش بله. میشه بدون حتی یک لحظه هست آره. چون بعض وقتا من ممکنه مثلا بیام جلوی توربین یا آقای کازمی به من اشاره کنن که مثلا گلوم خوش شده و داستانه <applause> ما برشهایی داشته باشیم خب من میخوام ببینم و... که آخرش چی شد آخرش روشن آره. فکران تبرعه شدن خب اینو الان بگیم که دیگه کس نمیره برنامه نه یه کلی بگیم آه. ببین تا الان این اینطوری بوده شدن. که در نشست اول سینمای روشن فکری بررسی شد و اونجا خب بعضی ها نقد میکردن سینمای روشن فکری و سینمای موج نورا و دو سه نفرم بودن که تحلیل متفاوت داشتن توی قسمت دوم برنامه کاملا یک طرفه بود یعنی با حضور موسی قنی نژاد آقای صحافی امیر حسین خالقی و علی میرزاخانی کاملا انتقاد داشتن به روشنفکران ایرانی و هیچ منتقدی توی اون برنامه نبود ولی نه تو برنامه... هیچ در واقع مدافعی هیچ مدافعی از روشنفکران در واقع نبود در برنامه سوم نه فضا متفاوت بود آقای علی دینی ترکمانی و شهرام اتفاق که گرایش های سیاسی و اقتصادی مختلفی هم دارن این دو نفر یکی چپ فکر میکنه و یکی سمت مقابل بله. ولی هر دو نسبت به برنامه قبلی انتقاد داشتند و انتقادشون رو مطرح کردن بله. علی دینی ترکمانی انتقادهای خیلی تندی داشت و دیدیم توی تیزر بله. میگه که نباید روشن فکرهای ایرانی و متهم اصلی بدونی بله. و ماجراهای دیگه یعنی یه مقدار بحث ها ربط میده به سیاست همونطور که شهرام اتفاقم نقش سیاست و قدرت و مهمتر میدونه در عقب افتادگی اقتصادی ایران ولی اونجا آقای میرزاخانی و فرهاد نیلی حرفاشونو نمیپذیرند و ایده های متفاوتی مطرح میکنند جلسه تقریبا شبیه مناظره شده خیلی هم بگو مگو و نکته جالب اینه که تو بودی توی استدیو من. از اون 90 دقیقه من فکر کنم حدود 75 دقیقه شو ساکت ساکت من نشستم و منم تماشا چیه اون برنامه خودم هم برام جالب بود و داشتم لذت یعنی خودشون با هم صحبت کردن جلسه میچرخید دیگه آره خیلی بحث جالبی بود ولی خودشون هم یعنی این در تقابلی هم که با هم داشتند این چهار نفر میدیدی که تقابل مطلق نیست یعنی جاهای انگار هر دو طرف به فکر فرو می رفتن در قبال یه سوال دیگه ای که در با اونجا در جلسات گذشته دارم اینه که آیا فقط به گذشته ده به دهه های قبل پرداخته شد یا الان هم به نقش روشنفکران و کاری که میتونن بکنن نمیکنن یا نباید بکنن میکنن به این هم پرداخته شد یا فقط نگاه به اون بله جریان روشنفکری نسبتاً چپ اواخر پهلوی و ابتدای دوران جمهوری اسلامی پرداخته شد بله بله تمرکز بیشتر روی دهه های چهل و پنجاه بود امه. ولی جلوتر هم اومدن موسا نژاد درباره حتی دکتر سروش صحبت کرده درباره روشنفکری دینی بعد از انقلاب صحبت نال. کرده و درباره دکتر سروش هم نقدای جدی داشته حتی من پیشنهاد کردم که تمرکز کنیم رو ایده هایی که یا نقدهایی که درباره دکتر سروش مطرح میشه شاید بتونیم در آینده تمرکز بکنیم درباره روشن فکرایی که در سالهای گذشته حرف از سوسیال دموکراسی میزنند نکاتی مطرح شد نقدهایی مطرح شد منظور این که بله تمرکز روی دهه 40 و بود ولی جلوتر هم اومدند به هر حال ما میدونیم که تو خود گفتمان چپ ام... اواخر دهه چهل اوایل دهه پنجاه خود انتقادی هم وجود داشت یعنی ما او... اوایل دهه شست می دیدیم که نگاه میکردن به گذشته و می گفتن که یک سری حرفا رو ما نباید یک سری کار رو که یه جور در خدمت و خیانت روشنفکران فکران رو ما در بین خود اون گروه ها داشتیم اما من میخوام ببینم که آیا برنامه این برنامه تمام شد یا اینکه ما بعدتر یه قسمت چهارمی داریم که بپردازه به اینکه الان روشن باید چیکار بکنن آره ببین ما از بحث سینما شروع کردیم و تلنگرش هم از درگذشته آقای ابراهیم گلستان بود یعنی وقتی آقای ابراهیم گلستان فوت کرد اینجا ما با دوستمون من جمله شهرام و شریف و بقیه درباره ابراهیم گلستان و فیلماش و اینا حرف میزدیم و این ایده شکل گرفت که خب منتقدای سینما رو بیاریم که شش نفر رو من دعوت کردم و نشستیم درباره سینمای روشنفکری صحبت کردیم از دل بحث درباره سینمای روشنفکری بحث دوم در اومد که جریان روشنفکران و تأثیری که بر اقتصاد ایران گذاشتند و روش حرف زدیم و بعد خب افرادی نقد داشتن دعوت کردیم الان داریم با توجه به اینکه ورود پیدا کردیم به بحث فرهنگ و محصولات فرهنگی این بحث ادامه پیدا میکنه رو همین موضوع فرهنگ و محصولات فرهنگی و البته من همینجا بگم که ما دعوت میکنیم از منتقدین که بیان توی برنامه ها یا برامون بنویسن یا به هر نحوی ام. که امکان پذیره صحبتشون رو بشنم من فکر کنم الان این بحث سهم روشن فکران در نظام اقتصادی ایران احتمالا تا مدتی میشه یکی از بحثایی که در فردای اقتصاد قرار روش تمرکز داشته باشیم چهار. ممنونم از شما من سوالی ندارم بسیار <applause> ممنون وکیلا تو دادگاه گفتی <applause> <applause> من دیگه سوالی ندارم آره فاطمه موزه داره. داره فاطمه موزه تو میخوای اینجا برامون بگی نظر خودت چیه من یه،, یه چند تا مسئله دارم با این مدل بحث یه مثلا ما اما حل گشت آسان شود که ما حالا میگم همه اینا مبانی حتی اقتصادی هم داره ما تو بحث سواد سرمایه گذاری به این پرداختیم که بعد از اینکه یک ماجرا میگذره بعد از اینکه مثلا بحران 2008 میگذره بعد از اینکه حباب دات کام میتره که بعد از اینکه اون رکود عجیب غریب تو مسکن ژاپن اتفاق میفته آدما میگن اه اه معلوم بود معلوم بود که نباید اینجوری شه معلوم در بود که نباید در این صحبت شده با. آره آه. یعنی میخوام بگم وقتی میگی موضوعت رو بگو اتفاق ببین چون میخوای بگی که این موضوع مال گذشته آه. آه نه نه نمیخوام بگم مال گذشته است میخوام بگم اگر ما میخوایم جریانی رو حتما این اتفاق هم افتاده چون این بزرگایی که شما اسم میبرین که در این جلسه بودن منم تا اندازه برنامه ها رو میدیدم این اتفاق افتاد این حرفا زده شد ولی چون از من خواستی که موضوع خودم بگم میگم که ما باید مسائل رو در اون بستر زمانی مکانی فکری فرهنگی بررسی بکنیم و ما وقتی که میمیریم به اون موقع چیزی رو داریم میبینیم که الان برای ما خیلی شفافه خیلی الان سخته با فاطمه مخالفت کردن ولی ما نیستم نکته دوم اجازه بده نکته دوم که من میخوام بگم ما یه موقع میایم در دانشمندان صحبت میکنیم میگیم اقتصاددانان یه موقع میایم در رابطه با مثلا هنرمندان صحبت, هنرمندان صحبت, صحبت. میکنیم یعنی باید حواسمون باشه یک سری تفاوت ها رو یک دانشمند همواره یک نظر علمی داره که تازه بسیاری دانشمند هم نظراتشون مربوط به اون بازه زمانی و مکانی و فرهنگی جنبان. اما روشنفکر هنرمند میگیره از جامعه یعنی مهم. اون جریان سیالی که در جامعه وجود داره منبع الهام و منبع تغذیه روشن و اون همون بده بستون داره با جامعه ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که مثلا یک روشنفکر خلاف تمام جریان های اجتماعی بالاخره یه روشنفکر نسبت به یک جریان اجتماعی احساس نزدیکی میکنه اون میشه منبع الهامش یک روشنفکر نداریم که مثلا بگیم خلاف تمام جریان دیگه تو ایران آه، اه، چپ، آره، چپ بودن و البته من رو بگم راجع به این سوالی که کردی یکی این که همین بحثی که میگی مطرح شد توی این گفتگوها توسط جا... آقای شهرام اتفاق آ... بله. آقای میرزاخانی هم اشاره داشتن که در جاهایی هم بوده که معما حل گشت اما آسان نشد مواجه شدن بسیاری از این عزیزان با معمایی ما که حل شده بود دیگه ام. عمرشون رسید به اون نقطه اما باز هم و با این آقای خانی نشاد درباره بارش صحبت کردن بله. و مثال زدن نکته بعدی هم که داری میگی بهش پرداخته شد که حرف یعنی به اینجا رسید فکر میکنم اگر اشتباه میکنم یا ناقص میگم شما تکمیل کنین که درسته که هنرمند الهام داره میگیره یا خودش رو نزدیک میکنه اما هنرمند و روشنفکر باید متوجه این باشه یعنی دوستان این رو میگفتن این این رو من نمیگم دارم صرفا روایت میکنم نقل میکنم باید حواسش به این باشه که اظهار نظرش در هر حوزه ای مسئولیت داره و برخی اظهار نظرها و اصرارش بر اون اظهار نظرها و اون موازه در جایگاه یک روشنفکر فکر و هنرمند میتونه اشتباهاتی میتونه بحرانهایی رو به وجود بیاره که حل نشن تا سالها روی نسلها اثر بذارن و ای کاش اگر هم به اون نقطه رسید بیان و بگن و اعتراف کنن که این اتفاق گویا دوستان مدعی بودن که نیفتاده در قبال بسیاری بارها افتاده بارها افتاده یعنی ما این رو که تو گفتگوهایی میبینیم که مثلا بعدتر بعد از انقلاب اوایل دهه 60 با روشن فکرانی شد مثلا تو پروژه های مثل پروژه شفای هاروارد ما میبینیم با چهره های صحبت شد همگی میگفتن که خب اوکی ما خیلی رو نمیدونستیم خیلی چیزا رو حدس نمی زدیم خیلی چیزا رو فکر نمی کردیم بعضیاشون میگن نه ما فهمیدیم یک جایی فهمیدیم بقید. اما دیگه صدای ما شنیده شد. جریان بقید. مثلا جوری تقریبا مصادره ها در تو با همین مثلا بعضی از رفتارهایی که با سرمایه دارها شد بقید. و اینها یعنی موضوع اینه که شد. خیلی ها هم خیلی ها گفتن شما میگی که گفتن برد. من اگر چیزی رو ناقص گفتم شما میخواین تکمیل کنید خیلی عالی خیلی خوب شما تکمیل کردین نکته ای که فاطمه میگه همطور که تو هم گفتید توی اون جلسات دربارش حرف زده شده و یه نکته ای که آقای اتفاق اونجا مطرح میکنند اینه که خب صداقت روشن فکران باید بررسی کنیم و منظور این که یه جاهایی هم بوده که بعضی از روشنفکرها صداقت اخلاقی لازم ها به خرج ندادن یعنی یه جایی باید ابراز پشیمانی میکردن یه جایی باید خودشون رو اصلاح می کردن کلبت بسیارشون هم کردن و مثلا آقای غنی نجات مثال زدن از داریوش شایگان که گفته که ما روشن را گند زدیم بله خیلی هاشون ببینیم من در همین دو موردی که مثلا دو موردش رو که بگم خیلی نزدیک مثلا ما میبینیم صحبت های خانم هما ناطق رو مثلا میبینیم صحبت های آقای غلام حسین رو ما میبینیم میبینیم که بعد بعد که بر ابراز کرده. پشیمونی ب... کرده به هما ناطق که ابراز پشیمونی کرده بله بله حسین میگه از یه جایی بعد من فهمیدم که این اون شکلی نیست آره. اما دیگه نمیشد دیگه نه صدام شنیده میشد نه بعد من رفتم منزوی شدم مثلا حتی به این خود نزدیکان و دوستان خودم صدای من شنیده نمیشد یعنی این که دیگه حالا پشیمانی اینجوری نیست که رو کاغذ من پشیمانم به چهار راه کسری وقتی میره ساکن مسکو میشه خب به آقای شجریان م. پیام میده که به هوشنگ ابتهاج بگو که کلا سرمون گذاشتن هوشنگ ابتهاج توجه نمیکنه تا اینکه حتی در سال 92 هوشنگ ابتهاج در مصاحبه با مهرنامه همچنان از کمونیسم دفاع میکنه و میگه که کمونیسم موفق نشد چون جهانی نشد یعنی همچنان خودش رو کمونیست میدونه ابراهیم گلستان هم که, گلستان که خب... تا آخر عمرش از کمونیسم دفاع میکرد و خب در اینا نکات مهمیه بله به هر حال بله اصلا اه... این دوره همیه شما هرچند دعواش کشید اینجا <laughs> نه ممکنه جایی تند بریم ممکنه جایی میانه بریم مهم نیست مهم این، اینه که این بحث شکل گرفته این بحث در واقع بستر گفتگو رو باز میکنه تازه شروع شده فرد اقتصاد و این این سازنده هست قطعا ممنون از شما ممنون مرتزا از شما. کازمی عزیز اگر حرف دیگری هست ما در خدمتیم عالی بود خوشحال شدم که اومدم اینجا به همچنین اصر شما به خیر باشه ممنون. ممنون. که مهمون ما بودید من امیدوارم که ما تو روزهای آینده بیشتر از حضور شما استفاده بکنیم مدت زیادی از رادیو گذشته و ما در خدمت آقای کازمی نبودیم بله زنده باد وقتشه که خداحافظی کنیم باهاتون لطفاً اگر شنونده رادیو فردا اقتصاد هستید و مطالب اون رو و شنیدن اون رو دوست دارید شنیدنش رو به دیگران هم توصیه کنید در فضای مجازی سوشال مدیا هم بیایید نظراتتون رو راجب رادیو با ما در میون بگذارید ممنون از همراهیتون تا هفته آتی با خداحافظی خدا شب و روزتون خوش اگه اینجا رادیو اینجا رادیو فردا اقتصاد مرور تیترهای روزنامه ها بورس بازار ارز بازارهای جهانی خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید نبض زربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد چهارشنبه ها ساعت 18